دو خواهر از خانواده اشرافی شیفته پسر رانندهشون میشن، در حالی که تا اون زمان هیچ کدومشون به اون توجهی نداشتن. بعد از ماجراهای سرانجام خواهر کوچیکتر به نفع خواهر بزرگتر خودشو کنار میکشه. بخشایی از فیلم هنگامه رو با هم تماشا میکنیم. بهزاد، خواهش میکنم نرو. بهزاد، من نمیذارم کسی ما رو به همین سادگی از هم جدا بکنی. من تو رو دوست دارم. میدونم تو از حرفای پاپام ناراحت شدی، ولی حرفای من با اون خیلی فرق میکنه. اتفاقا هیچ فرقی نمیکنه. اگه فردا یه نفر دیگر رو ببینی که لباسش از من قشنگتره، اون وقت به اون علاقه من میشی. میدونی چرا؟ برای اینکه تو یه تاجر زاده ای. قشنگ بیشون. خیلی متشکرم. فیلم سینمایی شادی های زندگی که تو سال 1355 ساخته شده از این قراره که استوار وظیفه شناسی قصد دستگیری دزد محل رو داره. اون دزد رو شناسایی میکنه، اما دزد از دستش فرار میکنه. اتفاقاتی در زندگی شخصی اون در قبال زن خواننده‌ای که بهش علاقمند میشه و همینطور وصلت خواهرش با برادر اون دزد دیدگاه اون نسبت به زندگی رو تغییر میده. بخشایی از فیلم شادی های زندگی رو با هم تماشا میکنیم. به ما میگن من ولی خانه دوست بگیر. بله خودشه، همین تاکسی منه. درست نگاش کن ببین عوضی نباشه. خوب چشو چهار تا باز کن. نه خودشه، به نظرم یکی از رفقا شوخی کرده. بله نفهمیدم. تو این تاکسی مسروقه چی کار میکنی؟ چیزه رفته بودم خونه یکی از دوستان، بچهش مریض بود، رفتم اونجا بهش سر بزنم. یالال آجام. خب داداش بیا تاکسی تو ورده برو. مواظب باش دیگه رفقا باهات شوخی نکنن. برو ببینم. بالاخره نگفتی تو این تاکسی چی کار میکردی؟ من چه میدونم چی شد، یه دیرختن سر اون راننده کتکی زدن. خب من چی کار کنم؟ خیلی خب دیگه فراموشش کن، من امشب کار ندارم. بریم با هم یه خود حرف بزنیم و یه چیزکی بخوریم. الان نمیشه دیگه، من خستم. باشه یه شب دیگه ده. فردا شب. این کاباره یه خواننده داره که صداش خیلی عالیه، من ندیدمش، میگن قضاش هم بد نیست. بریم اونجا امشب. نباشه یه شب دیگه، من خیلی خستم. یه شب دیگه؟ فردا شب که ما گرفتاریم. به قول معروف بله برون داریم، میخوایم آبجی کوچیکه رو قالب کنیم. بره مبارک. پس فردا شب چطوره؟ خوبه، من خونه منتظرشم که از اونجا بریم بیرون. باشه پس برو بالا اجالتم برسونمت. برو بالا. میفرماید کاچی و از این چیه تو همین را قنیمت هست. سلام، خیلی خوش اومدین. بفرمایید. من دلی خانم. بفرمایید. خیلی خوش اومدین ماج خانم. صفا آوردی. بخت شما بفرمایید. خورتون رو کنم. سلام علیکم. تعارفی شده بسیم. چرا نمیفرمایید؟ اومدم شما بفرمایید. چی داشتی زرزر میکردی؟ داداش نذارین روتون رو زمین بندازم، من زنبگیر نیستم. چی راه نیستی؟ داداش من اینقدر نیکو ناله نکن، تو که بچه حرف گوش کنی. ده آخه من نمیتونم هر زنی رو که مادرم انتخاب میکنه بگیرم، اینو که بهش نمیگن حرف گوش کنی، درسته؟ نه خیر غلطی. تازه زنشم پیدا شد، با کدوم پول؟ با کدوم سرمایه؟ فیلم سینمایی امشب اشکی میریزد که تو سال 1357 ساخته شده از این قراره که بهمن برای تأمین هزینه های دختر محبوبش رؤیا که معتاده گاف صندوقی رو سرقت میکنه و به زندان میفته. رؤیا در این حین در تصادفی کشته میشه. بهمن با دختر پرستاری ازدواج میکنه و نام دخترش رو رؤیا میذاره. بخشایی از فیلم امشب اشکی میریزد رو با هم تماشا میکنیم.
تو تریامی کم دلم درد گرفته بود. خیلی دوست دارم رویا. خب منم دوست دارم. به خدا اگه دروغ بگم. وقتی دستت تو دستم میگیرم انگار خدا دنیا رو بهم میده. ما باید هر چه زودتر عروسی کنیم. من که از خدا میخوام بهمن. تو خودت خوب میدونی که من دلم میخواد همیشه پیش تو باشم. همه چی درست میشه. دلم میخواد برات یه دختر کاکل زری بیارم. مثل خودت چشم درشت و خوشگل. من عاشق چشمای قشنگتم. اسم اونم میذاریم رویا. تو خیلی خوبی بهمن. همه چیزت خوب و نازنینی. حرف زدنی، راه رفتنی، چشما، دستا. خیلی خوب، خیلی خوب، قبول کردم. بیشتر از این ازم تعریف نکن. کجا؟ تو که گفتی امروز کاری نداری، منم به خاطر تو شرکت نرفتم. راستش بدم رفت بهت بگم باید برم کلاس. آه تو گفتی امشب کلاس نمیدی. آره ولی دوستم شب میاد اونجا سراغم. خب ولی تو شب خیلی وقت داری. نه دیگه باید برم کار برم. دلم نمیخواد ازت جدا بشم ولی مجبورم. منم آخر وقت میام اونجا. نه نه دلم نمیخواد تو بیای اونجا. مگه چه اشکالی داری؟ آخه خجالت میکشم. اتوبوس داره میره، فردا میبینم. تو همه خیلی خودت هست. گوش کن رویا، من شب میام اونجا. سلام. چرا سر ساعت نرفتی؟ حالا تو کی بودی؟ به من دروغ نگو، حالا پیش کی بودی؟ فیلم سینمایی معجزه که تو سال 1346 ساخته شده راجب جوون روستاییه که دختر ارباب رو دوست داره. جوون به شرطی میتونه با دختر ازدواج کنه که پول فراوانی به دست بیاره. جوون در جریان حادثه ای پول رو به دست میاره، اما از طرفی دختر ارباب از دوری جوون بیمار میشه و ارباب به جستجوی جوونه. بخشهایی از فیلم معجزه رو با هم تماشا میکنیم. خواهش میکنم قرارمون این شد که جلوتر نیایید. فیروز جان منم دکتر. حالت خوبه دخترم؟ پاشو اومدن عیادتت. دخترم ببین چی اومده. بابات، مامانت، هوشنگ خان. دکتر تو منو نستعام کردی؟ این چه بساطیه؟ آخه چرا نمیگی فیروزه چشه؟ عجله نکنید، همه چیزو میفهمید. من باید بدونم، باید هر چیزی زودتر بدونم دخترم چه مرضی گرفته. بسیار خوب، حالا که اینقدر عجله دارید بهتون میگم. جزام. جزام؟ وای خدا جونم، اون شب که تب کرده بود من هیچ دست مالیدم رو بیجونیش، حتما من جزام گرفتم. دکتر همش تقصیر توئه، چرا زودتر نگفتی اون جزامیه که من نیام اینجا؟ پس اگه من چی میشه؟ خدا حافظ جزامی من، خدا حافظ جزام، جزام خدا حافظ. جوزام بیا کمک، جوزام گرفتم. مردم مردم جوزام جوزام. اینم عشق پدر، نسخه خوشبختی که واسه من تجویز میکردی. یادت هست که میگفت من بدون فیروزه نمیتونم زندگی کنم؟ پس چرا فرار کرد؟ خدا رو شکر رحمت، مثل این که حالت بهتر شده. ما امیدواریم تو هر چه زودتر بیای خونه تا ما بتونیم این محبت تو رو جبران کنیم. خدا نگهدار. بیا دختر. نگهدار. خب خانم، مثل این که حالش بد نیست، کی مرخص میشه؟ الحمدلله که خطر به کلی رفته. فکر میکنم فردا دکتر مرخصش کنه. شما نگران نباشین، بفرمایید منزل. خیلی متشکرم خانم. بریم. باشه، بهش بگو چه فرقی میکنه. آقا رحمت. فیلم سینمایی همسفر که تو سال 1354 ساخته شده از این قراره که رئیس شرکتی عاطفه رو اقفال کرده، اما حاضر نیست با اون ازدواج کنه. مراسم ازدواج عاطفه با جوونی دیگه هم به هم میخوره و اون که اختلال حواس پیدا کرده تصمیم میگیره از خونه فرار کنه. بخشایی از فیلم همسفر رو با هم تماشا میکنیم. آقا
پلیس همکاری کنم. میبخشی چیزی نیست. ناراحت نباشی. بلند شو. نمیام. نه نمیام. 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 ن